بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با درود به محضر یکایک عزیزان و سعدی دوستان. روز اول اردیبهشت است و روزی است که به نام سعدی هم نامگذاری شده است. روز تولد سعدی نیست و ما حتی سال تولد سعدی رو هم نمیدانیم، چه جای اون که روز اون رو بدانیم. اما به نام سعدی نامگذاری شده است و چه نامگذاری میمون و همایونی است. ما ایرانیان بسیار خوشنودیم و خجسته بختیم که چنین سخنور بزرگ، شیخ اجل، شیخ مشرف الدین سعدی شیرازی در میان ما برخاسته است و به حقیقت بنیانگذار سخن فارسی به شکل امروزین آن است. تا پیش از سعدی زبان فارسی هرگز چنین سلاست و طلاقتی نداشت و در دستان نیرومند او بود که ورز یافت و چنین پرورده و پالوده شد و راه رو برای همه سخنوران و سخنشناسان پس از وی هموار کرد، به طوری که به قول قائم مقام فراهانی ما امروز به زبان سعدی سخن میگوییم، یعنی او این گونه سخن گفتن رو در زبان ما نهاده است و به ما یاد داده است. تقارن این روز با روز اول اردیبهشت هم باز برای ما بسیار گویاست. خود سعدی این روز رو بسیار دوست می داشت و حتی در ابتدای گلستان از ابتدای اردیبهشت یاد می کند که گویی آغاز نوشتن و نگارش کتاب گلستان هم بوده است. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قضبان. کلمات برتنتراقی در این دو بیتی به کار برده است که شاید لطافت اون رو ستانده است. بگذارید من شاگردانه دو بیت از بهاریهی که خودم در باب اردیبهشت سروده ام براتون بخوانم در محضر شیخ اجل و استاد سخن حضرت سعدی شیرازی بلفضولی است، اما با اجازه او میخوانم که شکوفه ها به سر شاخسار می آیند و نفشه ها به لب جویبار می آیند. بهشتیان در اردیبهشت بگشایید، فرشتگان خداوندگار می آیند. فرشتگان خداوندگار که حقیقتا اردیبهشت رو بهشتی کرده اند و جشن عید ما رو تکمیل می کنند، یادآور سعدی و زمانه او و سخن او و بوستان او و گلستان او هم هستند و من حقیقتاً دریغ می دارم که در باب این شخص بزرگ سخنی نگویم، گرچه همه جلسه ما و پنج جلسه پیشینی که اینجا با یکدیگر گذراندیم سیر و سیاحتی در بوستان سعدی بود و از گلها و شکوفه های اون باغ می چیدیم و مشام جانمون رو معطر و مطرا می کردیم. با همه این احوال سعدی قدر بیشتری دارد و عظمت او اون همه هست که درباره او هرچه که بتوان سخن گفت. حقیقت این است که برای ما سعدی فقط یک شاعر نیست، یعنی شاعری که از سر بیکاری یا با یک عشق خیالی مجازی سخن گفته باشد و شعر سروده باشد. یک متفکر است، یک مصلح است، یک واعظ است، یک خطیب است، اون هم مواعظی که برای همه زبان هاست. اون هم انسانی که در اتاق خود و خانه خود ننشسته بود که سخن بگوید و اشعاری روی کاغذ بیاورد، بلکه چنان که شنیدید سیر و سفر می کرد و پس از مدتها که جوانی خود رو در سفرهای بزرگ گاه مخاطره آمیز و افسانه‌ای به سر آورد، آنگاه که به شیراز بازگشت و به قول خودش چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگان رها کرده خوی پلنگی و آرامش نسبی در خطه شیراز دید که مغولان
به اونجا حجمه نکرده بودند و با حسن تدبیر اتابکان فارس بیرون در شیراز نگه داشته بودند، در آن آرامش توانست که اندیشه های خود رو به نظم و به نثر درآورد و این یادگارهای ماندگار رو حقیقتاً برای ما به جا بگذارد که امروز هر یکی از اونها یک خورشید درخشانی است که آسمان فرهنگ ما رو روشن می‌کند. ما ضمناً در این روز مبارک که روز سعدی است و روز اول اردیبهشت است، بین دو مناسبت بسیار مبارک و مقدس هم قرار داریم. هفته پیشین ما ولادت امام علی علیه السلام بود و هفته پیش رو 27 رجب یعنی مبعث پیامبر بزرگوار اسلام است. به یاد سعدی میفتم که میگفت مبارک در شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد بخت پیروز، دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. ما حقیقتا دو مناسبت مبارک داریم که این دو مناسبت مبارک هم ایام ما رو مبارک و خجسته کرده است. از این بابت هم باید شکر به درگاه خدا بگذاریم و علاوه بر اون دلها و روحهای خودمون رو به فضای پرمعنویتی پرواز بدهیم که این بزرگواران یعنی پیامبر اسلام و امام علی و همچنین شاگردانشون یعنی کسی چون سعدی قهرمانان اون فضا هستند و پرده‌داران اون حریم قدس. وقتی که نام پیامبر علیه السلام به میان میاد، به هر حال ما یاد همین بزرگان میفتیم. سعدی شاعری است که به صراحت در باب پیامبر اسلام سخن گفته است و اظهار عشق به او کرده است، ارادت خود رو نسبت به او آشکار کرده است و از این بابت هیچ چیزی فروگذار نکرده است. حتی نسبت به مولای متقیان امام علی هم سخن گفته است، گرچه که ظاهراً متعلق به مسلک اهل سنت است. با این همه همچنان که جمیع اهل سنت به خانواده پیامبر احترام می‌گذارند و محبت اهل بیت رو در دل دارند، سعدی هم چنین بوده است. بنابراین سخنان او هم در این باب شنیدنی است و مناسبت دارد با ایامی که ما در او به سر می‌بریم. همه شما این غزل لطیف از سعدی رو شنیده اید که ماه فرو ماند از جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد، شمس فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد، و تا اونجا که میگوید من پیامبر رو به خواب دیدم، چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. این غزل لطیف سعدی که نماینده محبت او، ارادت او به پیشگاه عظیم پیامبر اسلام است و در اون قصیده بلندی که در ابتدای غزلیات فارسی دارد که میگوید شاید اگر در زمین حشر نتابد خورشید رو، میگوید در نظر قدر با جمال محمد، اونجا میگوید که دانی که در بیان از شمس و کفرت معنا چه گفتند بزرگان پارسا، یعنی جمال خواجه سر از خاک بر کند در پیش آفتاب چه قوت دهد سها. بعد تا میاد پایین تر خلفا رو ذکر میکند، بعد نوبت به امام علی میرسد و میگوید کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطار، شیر خدا و صفتر میدان و بهرجو، جان بخش در وقا و جهانسوز در دعا، دیباچه مروت و سلطان معرفت، لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضی. پیغمبر آفتاب منیر است در جهان بینان، ستارگان بزرگند و مقتدا. ارادت خودش رو به خانواده گرامی پیامبر اسلام هم نشان می‌دهد. ما در میان سه شاعر بزرگمان که یکی مولاناست، یکی سعدی است و یکی حافظ است. حافظ حافظه ماست، سعدی نماد سعادت ماست، مولانا جلال الدین نماد جلالت ماست. این جلالت و این سعادت و این حافظه تاریخی و فرهنگی
در میانشون ارادت ورزی نسبت به پیامبر اسلام متفاوت است. از این حیث مولانا در صدر می نشیند و وقتی که سخن از پیامبر می گوید نهایت عاشقی خودش رو نشان می دهد، برای اینکه بر سر سفره نشسته بود که پیامبر اونجا نشسته بود و شریک الازواق پیامبر در تجربه های معنوی او شرکت کرده بود. معنی وحی، معنی نبوت رو می فهمید و در همون افق زندگی می کرد که خورشید وحی بر پیامبر می تابید. سعدی البته به منزله یک عالم قدر پیامبر رو می دانست، تعلیمات او رو می فهمید و با دیگران در میان می گذاشت. در اینجا حافظ متاسفانه نمره کمتری از اینها می گیرد و این برای من همیشه مسئله بود است، ولی جای گفتنش اینجا نیست. ذکر پیامبر در اشعار حافظ بسیار اندک است و هرگز ارادت ورزانه نسبت به ایشان سخنی نگفته است و این البته دلالتی ظاهراً بر چیزی ندارد، مگر اینکه تعمق بیشتری برود و از زمان و حیات حافظ اطلاعات بیشتری به دست بیاید. شاید هم عمدی در کار بوده، شاید هم به گفته یکی از بزرگان هر جا حافظ کلمه پیر مغان رو به کار میبرد منظورش پیامبر اسلام است. البته این تأویلی است که بر او اعتماد چندان نمیتوان کرد، اما به بعضی از ابیات کاملا انطباق میافتد میابد، چون وقتی که کلمه پیر مغان رو به کار میبرد حافظ بزرگترین شخصیتی رو که دوست میدارد و میشناسد و تابع و پیرو اوست پیر مغان نام میگیرد. باری هر چه که هست در سعدی این ارادت ورزی رو به خوبی میبینیم. برای شما قبلا هم گفته بودم که سعدی شبیه مولانا همون داستان معراج پیامبر رو که نقل میکند که تا به جایی رفت که جبرئیل از همراهی با او باز ماند. شبی برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سردار بیت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی. به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیش رو. درود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد. همون که مولانا هم اشاره می کند که پیامبر وقتی به معراج رفت به جبریل گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. حیرتم در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. خب اینها رو همه رو گفتیم. این پیامبر بزرگوار که در حقیقت تنها نعمتی است که خداوند به امت مرحومه اسلام داده است، تنها نعمت فربهی است که به ما عطا کرده است، بقیه همه چیز از او فرو می‌ریزد. قرآن از او می‌آید، احکام، شریعت، همه چیز از او سرچشمه می‌گیرد. یک چشمه خداوند آفرید به نام محمد و او امتی ساخت که بزرگ شده روح او بود و این امت فعلا 14 قرن است که در تاریخ جاری است و حادثه می آفریند و افت و خیز و نشیب و فراز دارد. این پیامبر بزرگوار وقتی که ما به قرن 7 و 8 می رسیم می بینیم که در امتش خلل و فتوری رخ داده است. نمی توانیم این رو ناگفته بگذاریم. من این رو هم در ابیات مولوی می بینم و هم در ابیات شاعرانی که نزدیکتر به عصر ما هستند و خوب است که این رو هم لحاظ کنیم. مولوی می فهمید که به تدریج فسادی، انحطاطی و اختلالی در این امت راه یافته است که مگر همتی از خود اون بزرگوار به عمل آید و اصلاح مجددی بکند.
در مثنوی در دفتر چهارم خطاب به پیامبر میگوید که خیز و بنگر کاروان رهزده، هر طرف قولی است کشتیبان شده. اوس وقتی قطب این کشتی توی، همچو روح الله مکن تنها روی. جاهلان سرور شدستند و زبیم، عاقلان سرها کشیده در گلیم. هین روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. به خوبی میدید که وضعیت امت اسلام چگونه است، قولان و راهزنان چگونه به درون این مجموعه راه یافتند و خلافت نااهلانه ای از پیامبر می کنند، خود رو جانشین او وانمود می کنند، راهبر قوم می شمارند، در حالی که راهزنانی بیش نیستند. جوانهای انحطاط که در جهان اسلام ظاهر شد، این طرف و اون طرف سخنانی به صراحت یا به خفا و به تقیه یا به صورت سمبولیک برخاست. شما رو فقط یادآوری میکنم به قصیده‌ای که تقریبا 100 سال پیش توسط یکی از ادبا و شعرای سرزمین خودمون به نام ادیب الممالک فراهانی سروده شده است. ادیب الممالک هم شخص دیوانی بود، یعنی کارمند دولتی بود، و هم البته ادیب بود و شاعر بود. شاید در اشعار او اولین بار است که ما در دوره مدرن، یعنی پس از برخورد با تمدن غرب، ندایی و بانگی می شنویم که فریاد کردن دردمندانه از انحطاطی است که گریبانگیر مسلمانان و خصوصا ایرانیان شده است. شما حتما با اون قصیده مشهور ادیب الممالک فراهانی یا دست کم با بعضی از ابیاتش آشنا هستید که برخیز شتربانا بربند کجاوه، که اونجا حکایت می کند و خطاب می کند به شتربانی که باید حرکت کند، و بعد از زبان او وقایع پیش از ولادت پیامبر رو بیان می کند که یک نامه نویسید به شاپور زلکتاف که از این عربان دست مبر، ناجه مشکاف، سلطان جهان، خسرو بدین، داور انصاف، گسترده به آفاق زمین، صفه الطاف، و تا میاد پایین تر و درباره حادثه ابرهه و آمدنش به مکه، با ابرهه گو خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از پیل نیاید، تا بر تو و بر قوم تو سجیل نیاید، تا کید تو در معرض تذلیل نیاید، تا صاحب خانه نرساند به تو آزار. و وقتی که سخن از پیامبر میگوید که ای پاکتر از دانش و پاکیزه تر از هوش، دیدیم تو را، کردیم این جمله فراموش، همه این ابیات رو نمیخوانم براتون و همه اش هم در حفظ من نیست البته، تا به غمنامه میرسد که افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. توضیح میدهد ابتدا ما این که از پادشاهان باج گرفتیم، دیهیم سلاطین به تاراج گرفتیم، زان پس که از ایشان گوهر تاج گرفتیم، ما این که از دریا امواج گرفتیم. شکوه پیشین امت اسلامی رو بیان میکند، همان سخنانی که شما در نزد سید جمال اسدآبادی هم میبینید که اون همه اشاره میکند و ارجاع میدهد به بزرگی و شکوه و عظمت تمدن پیشین اسلامی، ولی با همه این اوصاف به پیامبر اسلام خطاب میکند که ولی امروز امت تو دچار انحطاط شده اند، این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفت. این فقط خطاب به پیامبر اسلام نیست، خطاب به خود ماست که خودمون رو پیروان اون پیامبر بزرگوار میدانیم، نباید رضایت بدهیم که این انحطاط، این عقب ماندگی و این پس رفت که نصیب ما شده است و به قول پاره از متفکران زمانه ما بر اثر اینکه ما به تعطیلات تاریخ رفتیم و مدتی عقب ماندیم و حالا بازگشته ایم، سرعت رو باید بیشتر کنیم و متفکرین رو دوباره باید به صحنه بخوانیم. فقط با سیاست مداران کار بر نمی آید. متفکران میزبانان تاریخ هستند، سیاست مداران مهمانان تاریخ هستند، می آیند و می روند، اما اونها که سخنشان می ماند، اونها که
بنایهای استوار در تاریخ میگذارن اونها کسانی هستن که صاحب فکرن و با فکر خودشون تمدن میسازن، فرهنگ میسازن. اینها رو دور کردن، اینها رو پس زدن، قدر اینها رو ندانستن، راندن و تحقیر کردن و مهمل نهادن شرط مروت و شرط معرفت نیست. این مزرعه ای رو که آب گرفته و این دهقان مصیبت زده ای رو که خواب گرفته باید از خواب بیدارش کرد و این مزرعه رو دوباره بعد آبیاری کرد و این آبیاری جز با معرفت صورت نمیپذیرد. زد و خوردهایی که بین ارباب قدرت و سیاست هست به جای خود، اما کار ما از جای دیگری لنگ شد و اکنون هم به همون نقطه‌ای که از اونجا کار لنگ شد باید بازگردیم. افتخار کردن به مفاخر پیشین کار ما رو درست نمی کند، بار ما رو بار نمی کند. ما بزرگترین، بهترین پیامبر را داشته ایم، خواجه کائنات او رو می نامیدیم، سلطان البشر می نامیدیم. با همه این احوال اینک نه خواجگی و نه سلطنتی برای ما باقی نمانده است. آنچه که فعلا نصیب ما شده است و در او به سر می بریم، متاسفانه باید اعتراف کنیم که یک انحطاط مفرطی و منحطی است که اگر این رو اولا نشناسیم، ثانیا اذعان نکنیم و ثالثا برای رفع او اقدامی نکنیم، البته در ته چاه ظلمت و بی‌فرهنگی باقی خواهیم ماند. خب از همین پیامبر بزرگوار می‌خواهیم که در این باب هم همتی در بندد و اون روح القدس رو به سراغ ما بفرستد، همتی هم در پیروان خودش ایجاد بکند. به قول مولانا میگفت او شفیع است این جهان و اون جهان، این جهان زیدین و اونجا زیجنان. پیامبر اسلام در هر دو دنیا شفیع است، یعنی در هر دو دنیا میتونه به کمک آدمیان بیاد. شفاعت یعنی به کمک آمدن که آدمیان بیاد. در این دنیا هم میتواند بیاید. این جهان گوید که تو مهشان نما، اون جهان گوید که تو رهشان نما. در این جهان پیامبر میاد که راه رو به ما نشون بده و در اون جهان هم از خداوند میخواهد که ما رو به مقام والایی برساند. باری این همت رو هم از همین بزرگوار باید خواست و اکنون هم که این ایام مبارک است، یادآوری این نکات به کار ما می آید. من بد نمی دارم که راجع به خود سعدی هم باز ادای دینی کرده باشم. ببینید تاریخ زبان فارسی بدون سعدی غیر قابل تصور است. یعنی نقشی که این مرد داشته است نقش یکتا و بی نظیر و یونیک است، منحصر به فرد است بدون تردید. و این نقش یونیک چنان بوده است که امتی رو، ملتی رو، فرهنگی رو ساخته است حول این زبان، به ما یاد داده که چگونه مطالب خودمون رو ادا کنیم. من شخصا در نوشتن بسیار تابع سعدی هستم، آثار سعدی رو اصلا به همین قصد خواندم که نوشتن رو، نگارش رو یاد بگیرم. به این معنا، نه اینکه از سبک او تقلید کنم، بلکه ببینم او حرفش رو چجوری میزده، از چه لغاتی استفاده میکرده و مفاهیم رو چگونه به قالب میریخته است. خب تو هر زبانی الگوهایی وجود دارند که آدمی اگر بخواد حرف زدن رو، نوشتن رو، فکر کردن رو یاد بگیره با اون الگوها باید مراجعه کنه. ما که نمیتونیم از صفر آغاز کنیم، همه تجربه ها رو در خودمون ایجاد کنیم. دیگران هم راه بلندی رو رفتند و ما از پی صنایع و عطار آمدیم. الان هم خدمت شما میگم که دوستانی که مایلند این زبان رو خوب بشناسند و ادبیات رو بهتر بفهمن، راهی وجود ندارد مگر اینکه به این فصحا، این ادبا و بلغا مراجعه کنند، زبان فارسی رو از اونا یاد بگیرن و بعد از طریق اونها به فهم این زبان و از طریق اونها به گویش و بیان خودشون کمک برسانن و اون راه این زبان رو تداوم ببخشن. متاسفانه امروز با این فیسبوک و این روزنامه ها که در آمده از این زبان در حال فرو ریختن و ویران شدن و از بین رفتن است. دیگه جوانای ما راجع به را هم نمیدارن، مثلا راجع به دیده این که فکر کنم را میگم فکر کنم، ریش هم نمی نویسن و اینا همطوره. چهار صباح دیگه ادامه پیدا بکنه من نمیدونم از این زبان چی باقی خواهد ماند و سعدی
آیا بر ما درود خواهد فرستاد، نفرین خواهد فرستاد، ما مغضوب او خواهیم شد، گریه خواهد کرد، خنده خواهد کرد. این هم خنده داره هم گریه داره. گفت کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. ما فکری باید برای این وضعیت بکنیم. حقیقتا فکرش هم همینه که اولاد چی والدین به اولادشون برسن و حقیقتا ازشون بخوان که این زبان رو خوب بیاموزن، خوب یاد بگیرن، با سعدی آشنایی کافی حاصل بکنن. سعدی برای ما موارث بسیاری باقی گذشته است. بگذارید من نکاتی رو براتون بگم. ما یه معلمی داشتیم به ما میگفت که خواهی که شبی خوشنویس، هی بنویس و هی بنویس. واقعا هم غیر از این راهی وجود نداره. برای خوشنویس شدن باید نوشت، برای شیرین زبان شدن باید پیش شیرین زبانهایی مثل سعدی نشست و از اونها یاد گرفت. کام رو ابتدا شیرین کرد و آنگاه این شیرین رو به دیگران هم قسمت کرد. راه دیگری غیر از این وجود نداره. وقتی ما میگیم سعدی یعنی یک کان شکر، یه انبار بزرگ قند و شکر، و هر کسی میخواد که از این قند و شکر بهره ای داشته باشه باید بره از در مغازه سعدی بخره. برای گفت چنین سقمونی های شکرآلود ز داروخانه سعدی ستانند. خودش میگفت که حتی داروی تلخ هم که پیش من بیای بگیری من شکرآلودش کردم، شیرینش کردم، بنابراین از داروخانه سعدی باید بستانید. حالا که این بیت رو خوندم اجازه بدید کل غزلش رو هم بخوانم. در باب بیوفایی دنیاست البته، ولی در اون نصیحتی هم هست. میگه خداوندان نعمت میتوانند که در ویشان بیتاقت برانند، ولی که دولگیتی را وفا نیست، همان بهتر که قدر خود بدانند. یکی بر تربتی فریاد میکرد که اینان پادشاهان زمانند. به گفتم تخته ای برکن زگوری، ببین تا پادشاه یا پاسبانند. به گفتا تخته برکندن چه حاجت، که می دانم که مشتی استخوانند. نصیحت داروی تلخ است و باید که چون جلاب در حلقت چکانند. چنین سقمونی های شکرآلود ز دارو خانه سعدی ستانند. درستی که خودش میگه چه خوش گفت آن پیر دارو فروش، شفا بایدت داروی تلخ نوش. اما داروی تلخ به ما نمیده، همون داروی تلخ رو هم شکرآلود میکنه. به پرویزن معرفت بیخته، به شهد عبارت برآمیخته. به شهد عبارت برمیامیزه، شیرین، لطیف، حلوا و در کام ما میزه. این تازه وقتی است که میخواد نصیحت‌های تلخ بکنه که مثل داروی تلخ باید جان ما رو شفا بده. چه جایی وقتی که میخواد سخنان شیرین بگه، از عشق بگه، از وصال بگه، از جوانی بگه، از شور بگه، حتی از فراق بگه. چنان روانی در کلام این مرد هست که شما نمیدونید با خواندن شعر او شادی کنید یا غمگین بشوید. از یک طرف چنان از فراق تلخ سخن میگه که جای آن است که قطره قطره زهر در جای جان آدمی بچکد، اما روانی کلام چنان است که اون تلخی رو می ستاند و شما نمی دانید که پایفشانی بکنید با خوندن اون غزل فراق نامه یا اینکه به خاطر اون فراق تلخ کام بشوید. وقتی هم که از وصال سخن میگه که قیامت است، خود مگو. گفت از فراق تلخ می گویی سخن، هر چه خواهی کن ولی کن آن مکن. این در کلمات مولاناست. من دو تا غزل رو انتخاب کردم اینجا برای شما بخونم که شما استادی سعدی رو حقیقتاً ببینید که این مرد وقتی که از فراق سخن میگه چجوری سخن میگه، از وصال که سخن میگه چجوری سخن میگه. استادی خودش رو حقیقتاً نشان میدهد. برای شناختن سعدی باید هی بخونین و هی بخونین، مثل همون که هی بنویس و هی بنویس. و این جز با مجالست با او، جز شنا کردن در دریای کلمات او حاصل نمی شود. غزل فراقی او این است: دوش بی روی تو آتش به سرم بر می شد، آبم از دیده همی رفت و زمین تر می شد. تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز، همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد. آن نمی بود که دور از نظرت می خوردم، خون دل بود که از دیده به ساغر می شد. از خیال تو به هر سو که نظر می کردم، پیش چشمم در و دیوار مصور می شد.
چشم مجنون چو بخفتی همه لیلا دیدی، مدعی بود اگرش خواب میسر میشد. یا رب اون صبح کجا رفت که شبهای دگر نفسی میزد و آفاق منور میشد. این شعر فراقی سعدیه که چنین استادانه سروده و در او داره میگه که من منتظر صبحم، چرا این شب تلخ اینقدر طولانی است. وقتی که شعر وصالی میگه که یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم مخورم، چو التماس بر آمد هلاک باکی نیست، کجاست تیر بلا گو بیا که من سپرم، بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم، حرام باشد فردا به دیگری نگرم، روان تشنه برا ساید از خیال فرات، مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم، میان ما و تو جز پیرهن نخواهد ماند، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. اینم غزل وصالی سعدی که در او پرده دری هم کرده، تقریبا به مرحله اروتیزم نزدیک شده است و غزلهای دیگری هم داره که کم از این نداره. هر دوتا اینها رو شما در کنار هم بذارید، قیاس بکنید و ببینید که نه اون غزل فراقی کام شما رو تلخ میکنه و نه این غزل وصالی میذاره شما سر جاتون بشینید، نمیدونید پرواز کنید یا نه. قصه یکی از شاعران عرب رو من به یاد میارم که در حضور یکی از خلفای عرب شعری میخون در مدح او که اتت الخلافت و منقادتن الیه تجر رو از یالها فلم تک و تسلح الا له ولم یک و یسلح الا لها ولو رامها احدون غیره رزلزلت الارض و زلزالها. خیلی شعر زیباییست در عربی. می گفتن یکی از همنشینان و اهل مجلس گفت نگاه کنید خلیفه از روی تختش به پرواز در نیامده، این شعر اینقدر پرواز دهنده بود. شعرهای سعدی در پاره از موارد حقیقتاً اینطوری است. من یک غزلواره‌ای رو از اخوان ثالث به یاد میارم. همیشه این غزلواره برای من یادآور این دو غزل وصالی و فراقی از سعدی است که الان براتون خوندم. اخوان ثالث خب بزرگ بود در عالم شاعری و نگاهی به سنت داشت و یک شعر نوگوی بی اطلاع از سنت شعری و ادبی ما نبود و به همین سبب هم بهره برداری بسیار کرده بود از ادبیات گذشته ما. یک غزلواره‌ای داره که توش هم فراق رو هم وصال رو با هم آورده است که از شاهکارهای اوست. حالا اینم جالبه براتون بگم، چند ماه پیش بود میخوندم که آقای خامنه‌ای گفته بود من هر وقت این غزلواره رو میخوانم، غزلواره اخوان ثالث رو، به یاد صحیفه سجادیه میفتم و در خطاب به صحیفه سجادیه این رو میخونم. البته من غزلواره رو براتون خواهم خوان، نمیدونم شما به یاد صحیفه خواهید افتاد یا نه. و این غزلواره خیلی آشکار است که قصه در او قصه چیز دیگری است، مخصوصا شما اگر این غزلواره را با صدای فروغ فرخزاد بشنوید، چون فروغ هم این رو خوانده است با صدای خودش، خود اخوان ثالث هم با صدای خودش خوانده است. ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من بوده بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های نوازش، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های چشب های بسیار تا ساحل سیمبون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه باغ لطیف غزلها که چشم تو میخواند، گهگاه اگر از سخن باز میماند افسون چشم منش پیش میراند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک. از اینجا فراق شروع میشه، تا اینجا وصال بود. ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من،
ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدامین ستاره است. روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور. آنجا بگو تا کدامین ستاره است که شب فروز تو خورشید پار است. میبینید چه فرودی میکنه، از کجا؟ از وصال آغاز میکنه، از همنشینی، از بودن در کوچه های نوازش، از نشستن در کنار یکدیگر، داستان وصال گفتن و اندک اندک فاصله میگیر تا به دوری برسه. اگر اخوان ثالث میتونه یک چنین غزلواره فوق‌العاده زیبا و فاخری رو در دوران ما بگه، مطمئن باشید که تکیه کرده به سنت کسی مثل سعدی، تکیه کرده به حافظ، تکیه کرده به این بزرگان، کلمه کلمه اینها، تجربه تجربه اینها رو از اونها آموخته، همراه البته با ذوق و استعداد شخصی که در کار کرده و زبان رو نو کرده و چرخش تازه‌ای به او داده و چنین تحفه پر قدری رو برای ما آورده است. از شعرهای معاصر ما کسی که ارادت بسیار به سعدی داشت مرحوم ملک الشعرای بهار بود. ملک الشعرای بهار یکی از غزلهای لطیف سعدی رو تضمین کرده است در اشعار خودش، یعنی به صورت مصمت در آورده است. اون غزل لطیف سعدی که خودش هم بالاستقلال و فی نفسه موضوعیت داره، همون غزل است که مشنوی دوست که غیر از تو مرا کاری هست. یا شب و روز بش مشنوی دوست که غیر از تو مرا یاری هست. یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد کاری هست. باد خاکی ز مقام تو بیاورد و ببرد، آب هر جوی عطر که در طبله عطاری هست. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. تا آخر این غزل که عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. این غزل به این شیرینی حالا مورد تضمین قرار گرفته از ملک الشعرای بهار. سعدیا چون تو کجا نادر گفتاری هست، یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست، یا چو بستان و گلستان تو گلزاری هست. هیچ امر نیست، تمنای تو هم باری هست. مشنوی دوست غیر از تو مرا یاری هست. یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست. روز ناید که به وصف تو سخن سر نکنم، شب نیاید که حدیث تو مکرر نکنم، منکر فضل تو را نهی ز منکر نکنم، منکر فضل تو را نهی ز منکر نکنم، پیش اعما صفت مهر منور نکنم. صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم، همه دانند که در صحبت گل خاری هست. راستی دفتر سعدی به گلستان ماند، طیباتش به گل و لاله و ریحان ماند، اوست پیغمبر و اون نامه به فرقان ماند، هر که او را کند انکار به شیطان ماند. عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. کام شما رو با خوندن اشعار سعدی شیرین میکنم، مجلسمون رو سعدیوار میکنیم و حضور او رو غلیظ‌تر میکنیم. من گاهی در خطاب به سعدی و گاهی هم گاهی به بعضی شخصیت‌های دیگه این غزل خود سعدی رو میخونم و خطاب میکنم. اکنونم میخوام باز همون غزل سعدی رو بخونم که باز لطافت کلام او بیشتر در جان شما بنشیند. میتوانیم از خود سعدی وام بگیریم و غزلی بخونیم در خطاب به خود او. تو آن نیی که دل از صحبت تو برگیرند، وگر ملول شوی صاحب دگر گیرند، وگر به قهر برانی طریق رفتن نیست،
کجا روند که یار است و خوب تر گیرند. به تیغ اگر بزنی بی دریغ و برگردی، چو روی باز کنی دوستی ز سر گیرند. روا بود همه خوبان آفرینش را که پیش صاحب ما دست بر کمر گیرند. قمر مقابله با روی او نیارد کرد، وگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند. اگر کند همه کس عیب بر قمر گیرند. تا آخر این غزل که میگوید که وصال کعبه میسر نمی شود سعدی، مگر که راه بیابان پر خطر گیرند. خیلی خوب، ما امیدواریم که تا حدودی وام خودمون رو نسبت به سعدی نهاده باشیم و حق روز سعدی رو ادا کرده باشیم، با کلام سعدی مجلسمون رو سعدیانه کرده باشیم، سعادتی رو که در کلام او موج میزند منتقل کرده باشیم. سعدی در خطاب به ابوبکر سعد زنگی میگفت که هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. گفتم براتون منت میگذاشت به سعد ابن ابوبکر زنگی، میگفت این از بخت نیک توست که در دوران من زندگی میکنی، نه اینکه من در دوران تو زندگی میکنم. واقعا اینم از بخت نیک ماست که پس از سعدی آمده ایم. حقیقتا گلستان رو که سعدی نوشت در ابتداش به همین سعد ابوبکر زنگی گفت که گر التفات خداوندیش بیاراید، نگارخانه چینی یا نقش ارجنگی است. امید هست که روی ملال لر نکشد از این سخن، که گلستان نجای دلتنگی است، علل خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگی است. و با این شعر در حقیقت نام ابوبکر سعد بن زنگی رو پایدار کرد، نه فقط نام او رو بلکه زبان فارسی رو. ما هم که بر سر سفره او نشسته ایم البته وامدار او هستیم. خب برای اینکه مسمایی هم به عمل آمده باشد و ما بخشی از بوستان رو هم اینجا خوانده باشیم قبل از اینکه فرصت این جلسه‌مون به پایان برسد، یادآوریتون میکنم که در باب احسان هستیم و چند داستان از داستان‌های این دفتر رو خدمت شما گفتم که آخرینش قصه خاتم طائی بود و همچنین مسئله احسان که فی نفسه امر مطلوبی است، اما با دو طایفه نباید کرد، یکی با کسانی که زبردستند با اونها باید با عدالت رفتار کرد و دیگر این که دست زیرین نباید بود بلکه دست زبرین باید بود، یعنی احسان کننده نه احسان گیر. البته همیشه هر احسان کردنی احسان گرفتنی این هم همراه خود داره، فاعل و قابل داریم، اما در مقام فاعلیت بودن برتر است از مقام قابلیت بودن، دادن برتر است از گرفتن. و به تعبیری که سعدی از قول خلیفه دوم عمر آورده است، ید اولیا بهتر است از ید سفلا، یعنی دست بالاتر بهتر است از دست زیرینتر. تا اینجا رو از قول سعدی خواندیم. چون که فرصت هم نسبتاً تنگ است، من یکی دو نکته رو اینجا میگویم و کلام امروزمون رو به پایان میبرم. یکی قصه سهروردی. سهروردی یعنی شهاب الدین سهروردی که دوستان آمده است، در همه نسخ نیامده است. مرحوم محمد علی فروغی این رو در حاشیه آورده است، مرحوم یوسفی هم چندان اعتنایی نکرده و البته از قول فروغی نقل کرده. ظاهرا در همه نسخ قدیمی وجود نداشته است، اما اشعار خیلی سعدیوار است و نکته بسیار نیکویی در خودش داره که من دریغم میاد که اون رو نقل نکنم. اون ابیات این است: مقامات مردان به مردی شنو، نه از سعدی از سهروردی شنو. مرا پیر دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود در روی آب. یکی اون که در نفس خودبین مباش، دیگر اون که در جمع بدبین مباش. این یک نصیحت فوق‌العاده است. این سهروردی که اینجا سعدی از او یاد میکنه، اگر این ابیات از او باشد، شیخ شهاب الدین عمر سهروردی است.
ما دست کم دو تا سهروردی بزرگ داریم، بیش از دو تا داریم. البته همه هم ایرانی، همه هم اهل زنجان، که سهرورد یکی از دهات زنجان بوده است. و بعضیا گفتن به معنای سرخ‌ورد است، یعنی گل سرخ. باری شیخ شهاب الدین یحیای سهروردی، همون شیخ مشهور، شیخ اشراق، صاحب حکمت الاشراق که در قرن ششم میزیست و از در واقع مؤسس و بنیانگذار فلسفه اشراق است، که فلسفه است که نگاهی هم به فلسفه ایران کهن دارد. نام‌هایی مثل خسرو، خردادبه و سپهبد و غیره در فلسفه اشراقی او فراوان است. یک شهاب الدین دیگه داریم، شهاب الدین عمر، که در قرن هفتم میزیسته و هم عصر با سعدی است و صاحب مقاماتی هم نزد خلفا بوده، وساطت می‌کرده، پیام می‌آورده، پیام می‌بوده و خودش هم صاحب خانقاه بزرگی در بغداد بوده. کتاب بسیار مهم و مشهوری هم از او به جا مانده که جزو کتاب‌های درسی صوفیان در مدارس و مجالس و خانقاه‌هاشون بوده، به نام عوارف المعارف. فارسی این کتاب هم به چاپ رسیده، ترجمه امروزی نیست، ترجمه قدیم است، اون هم خواندنی است. یک کتاب کلاسیک تئوریک که تمام مقامات سلوک رو در خود داره، از مقامات تبتل تا فنا به قول مولانا، هم عصر مولانا هم بوده. به لحاظ تاریخی هیچ اشکالی ندارد که سعدی با این شهاب الدین عمر ملاقات کرده باشد، هیچ اشکالی ندارد که هم سفر باشد، چون هر دو در بغداد مدتی رو به سر می بردند و سعدی در نظامی بغداد درس می‌خونده و شهاب الدین عمر هم در بغداد صاحب منصب و خانقاه و مجلس بوده و مریدان فراوان. اما حقیقت داشتن این داستان اصلا اهمیتی نداره. گاهی سعدی برای اینکه حرف خودش رو بزنه مثل مولانا و دیگران قصه رو می‌سازه، حرفی رو بر لب و بر زبان کسی می‌گذاره و در اینجا گفت به قول مولانا گندمش بستان که پیمانه است رد. به ظرف کاری نداشته باشید، به پیمانه، گندمی که در این پیمانه است بگیرید. میگوید که مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود در روی آب، وقتی که بر کشتی نشسته بودیم و همسفر بودیم. یکی اون که در نفس خودبین مباش، دیگر اون که در جمع بدبین مباش. که البته این دوتا ملازمت با هم دارن، یعنی یکی ایجاب کننده دیگری است. خودبین نباش و به دیگران هم بدبین نباش. که تش اینه، خلاصش این است که آدمی وقتی خیلی خودبین بود دیگران رو فروتر از خودش میبینه، کمتر میبینه و انقدر خودش رو بالا میبره که همه نسبت به او بد میشن، خودش معیار خوبی میشه، معیار پاکی ها و فضیلت ها میشه. ای به همه رو میبینه، ای به خودش رو نمیبینه و معلوم نیست که از کجا یک چنین چیزی در آمده که ایشان برترین مخلوق خداوند است و دیگران همه زیر دست او هستند. اما این خودبینی، عجب، خودپسندی آدمی رو به اینجاها میکشونه. شما حقیقتاً فکر کنید، حالا به قول همین شیخ دانای مرشد شهاب، شهاب الدین عمر، در حضور دیگران که ما اعتراف به نقصانها و خطاهای خودمون نمی کنیم. بسیار خوب، آیا هیچ کدوم ما در خلوت وقتی با خودمون نشستیم همین کارو میکنیم که واقعا بنشینیم انصاف بدیم، کلامونو قاضی کنیم؟ حقیقتا کلا رو قاضی کنیم نه، واقعا کلاتون رو بعد میذین جلوتون بگین قاضی، این معنیه کلا رو قاضی کردن، بگید این قاضی، از کلا بپرسید، با کلاتون حرف بزنید و جوابتون هم از کلا بگیرید و حقیقتا نزد خودتون انصاف بدید، خودتون در محکمه وجدان خودتون حاضر بشید و به عیباتون، به نقصهاتون، به کمبودهاتون، به خطاها و لغزشهاتون اعتراف کنید، انصاف بدید. به دیگری نمیگید، جلوی دیگران اعتراف نمی کنید، این منافات با خودخواهی داره. در خلوت که دیگه اشکالی نداره، که در خلوت خیلی ها هستن در خلوت هم نمیتونن این کار رو بکنن، اینقدر این خودبینی و خودخواهی ستبر شده و چنان پردهی جلوی چشم آویخته که آدمی خودش رو هم نمیتونه ببینه، حتی خودش رو، حتی اگر بخواد که ببینه. این فروید
راجب روانکاوی و آنالیز خیشتن از این حرفا میزنه. میگه بسیار کار مشکلی است. میگه من خودم رو نشستم خودکاوی کردم تا یه جایی بیشتر نتونستم برم. و بعد میگه اگر قبول ندارید بشینید و این کار رو بکنید. ببینید چه راه پرپیچ و خم و دشواری است. خود رو کاویدن، خود رو آنالیز کردن، تشریح کردن و نورافکن انداختن و اون زوایای نهان وجود خیشتن رو دیدن و اعتراف کردن، انصاف دادن. آدمی وقتی این کار رو بکنه واقعا پالایش میشه، حقیقتا پالایش میشه، یعنی شستشو میشه، یعنی شفاف میشه، یعنی این زنگارهایی که بر او گرفته اینها زدوده میشه. راش همینه حقیقتا. و اینکه گفتن که انسان اقلن یک مدت کوتاهی رو در روز خلوت کنه، با خودش باشه، هیچ کس دیگری با او نباشه، به خاطر همینه که خودبینی هاش فرو بریزه. یکی اون که در نفس خودبین مباش، دیگر اون که در جمع بدبین مباش. یعنی چنان نباشد که دیگران رو بد بدانی و فقط خودت رو خوب بدانی، خودت رو بنده برگزیده خداوند بدونی و دیگران رو کسانی که از چشم خداوند افتادن، و بعد همه نیکی ها رو برای خودت بخوای و به دیگران هم التفات نکنی. این شاید بتوان گفت که یکی از بهترین نصایحی است که در همین دفتر، یعنی در بحث احسان آمده است. یک قصه دیگری که اون رو هم دوست دارم که اینجا بگم و سخن رو به پایان ببرم، که ظاهرا آخرین داستان این دفتر است، اینه که سعدی میگوید کسی دید صحرای محشر به خواب، مثل تفته روی زمین ز آفتاب. همی بر فلک شد ز مردم خروش، دماغ از تبش می براید به جوش. یکی شخص از این جمله در سایه‌ای به گردن بر از خلد پیرایه‌ای، میگوید که کسی در خواب دید که قیامت است، روز محشر است، آفتاب چنان میتابد که زمین گداخته است، اما یک نفر در سایه نشسته آرمیده و آسوده، کسی که شاید ظاهراً از پاکان و پارسایان هم نبود که موجب چنین عنایت بزرگی و ویژه‌ای قرار بگیره. بپرسید که ای مجلس آرای مرد، که بودن در این مجلست پای مرد. گفت آقا کی کمکت کرد؟ کی شفاعتت کرد؟ به عنایت و مدد کی به اینجا رسیدی؟ رزی داشتم بر در خانه، گفت به سایه درش نیک مردی بخفت. در این وقت نومیدیان، در این وقت نومیدیان مرد راست، گناه هم زداده ها رو داور بخواست. گلو کار زیادی هم نکرده بودن. من یه درخت انگور داشتم بیرون خونم، درخت سایه افکنی بود. این نیک مرد یه روز تابستان گرم زیر این درخت خوابیده بود، آسایشی یافته. امروز اومد شفاعت کرد پیش خدا، خدای این بر من سایه افکن، تو هم سایه رحمتت رو بر او بیفکن. همین، بیش از این نبود. سعدی فوق العاده از این داستان استفاده میکنه. من به یادم میاد یه وقتی شاعری شعری گفته بود که کسی در سایه لطفت نیاسود، به گیتی کار دیواری نکرد. خیلی شعر قشنگی است. میگه به اندازه یه دیوار تو نبودی تو این دنیا که سایه‌ای داشته باشی، یکی بیا تو سایه‌ت بشینه. بعضیا حتی قد دیوارم لطف و کرم ندارن، عنایت ندارن. حالا درخت سایه افکن، درخت میوه دار که دیگه جای خود داره. این مخصوصه جبریه بی اختیار جز به زیر اون درخت میوه دار. بعضا درخت میوه دارن، بعضا درخت خار دارن. من یه بار براتون گفتم بعضی ها گل گلن، بعضی ها گل باخارن، بعضی ها گل بیخارن، بعضی ها اصلا خار خارن، متاسفانه فقط خارن. خب خوب نیست دیگه. گفت کسی در سایه لطفت نیاسود، به گیتی کار دیواری نکردی. آدم یه وقتی با خودش فکر کنه که اقلا قد یه دیوار. حالا حافظ که میگه گم نباش از درخت سایه فکن، هر که سنگت زند ثمر بخشش. میگه از یه درخت کمتر نباش. درخت میوه دار وقتی سنگش میزنن تازه میوه میریزه، بر نمیگرده سنگ بزنه به طرف. هر که سنگت زند ثمر بخشش.
حالا سنگ زدن ثمرم ندادی، میتونی سایه که بیفکنی، این سایه رو دریغ مدار. و این سایبان، سایبانی خواهد شد روز قیامت. عکسش هم همینطور، به قول مولانا، این سخنهای چما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومت. این سخنهای گزنده ما رو کجدوموار میشه، ما رو کجدوم در دنیای دیگری، گریبان خود ما رو میگیره، ما رو میگزه. لذا مراقب هر دو حالت باید بود. چه گفتم چو حل کردم این راز را، بشارت خداوند شیراز را، که جمهور در سایه همتش مقیمند و بر سفره نعمتش. این قصه رو میگه سعدی در پایان این دفتر. یک توصیه هم به پادشاه شیراز میکنه، به حاکم شیراز میگه این قصه رو گفتم برای شما، تو هم سایه عنایتت رو، سایه شفقتت رو، سایه عدالتت رو از سر این خلق برمگیر. روز قیامت بر تو هم سایه خواهند افکند. وقتی که آفتاب است و داغ است و زمین تفته است، تو خواهی دید که جای خنکی و خلوت آرامشی خواهی داشت. چه گفتم چو حل کردم این راز را، بشارت خداوند شیراز را، که جمهور در سایه همتش مقیمند و بر سفره نعمتش. همه حرفا رو سعدی میگه، بعد آخرش میگه همه اینا رو ما گفتیم، اما نگفتیم که به بدان خوبی کنید. بدان یعنی زبردستانی که به شما ظلم میکنن، باید جوابشون رو بدید. زبردستان رو جوابشون رو بدید. بعد مثالی هم میزنه، شنیدم که مردی غم خانه خورد، که زنبور بر سقف او لانه کرد. زنش گفت از اینان چه خواهیم، مکن که مسکین پریشان شوند از وطن. زنبور توی سقف خانه بود، شوهر میخواست اینها رو برانه، زن ترحم کرد، گفت برای چی، چی کار داری اینا رو از خانهشون دور میکنی؟ بشد مرد نادان پس کار خیش، گرفتن یک روز زن را به نیش. یه روز همه زنبورها زن رو به نیش گرفتن. زن بیخرد بر دم و بام کوی، همی کرد و فریاد و میگفت شوی، مکن روی بر مردم ای زن ترش، تو گفتی که زنبور مسکین مکش. مرد اومد گفت تقصیر خودته، به کسی رو تو گفتی زنبورا رو نکش، حالا اومدن خودت رو زدن. بنابراین زنبورا رو باید دستشون رو بست. زنبورایی که عسل میدن نه، ولی زنبورایی که نیش میزنند، اینها رو باید به حسابشون رسید. و یک سخن خیلی زیبایی داره در اینجا سعدی، میگه چه نیکو زدست این مثل، پیر ده سطور لگد زن گرانبار به. قاتلی که لگد میزنه بار زیاد روش بزنه که نتونه جفتک بندازه و لگد بزنه. حالا این رو شما میتونید هر مصداقی رو براش پیدا بکنید. عارفان ما مصداقشون خود نفس بود، میگفتن این سطور لگد زنه، این یک قاتل چموشه، بارش تو سنگین نکنی، آزادش بگذاری، لگد میزنه، لگد میزنه، بیچارت میکنه و دیوانت میکنه. هی کار سرش بریز، هی اشتغال براش ایجاد کن، اشتغالات مفید، اشتغالات مشروع، و الا یک مرتبه فیلش یاد هندوستان میکنه. این از سعدی یادتون باشه، سطور لگد زن گرانبار به. قاطر چبوش بهتره که بار زیادی به دوشش بگذاری، که فکر این کارا نکنه، حتی جرأت و قدرتش رو هم نداشته باشه. سخن من به پایان میرسد و دعا میکنیم خدایا در نفس خودبین و در جمع ما رو بدبین مکن. و السلام علیکم و رحمت الله. اجازه بدید من کلامم رو باز با یک غزل سعدی به پایان ببرم که به شما همیشه وعده داده بودم. گویند که امشب از سعدی کم نخوندیم، اما این هم برای مزید شیرینی کام شما و باز چشیدن حلاوت کلام استاد سخن شیخ اجل سعدی. میگوید که عیب جویان هم حکایت پیش جانان گفتند، من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفتند. پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه، جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفتند. جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفتند. پیش از این گفتند که از عشقم پریشان بود حال، گر بگفتندی که مجموعم پریشان گفتند. پرده بر عیبم نپوشیدند و مهر سر به مهر،
آنچه بر اجزای ظاهر دیدند آن گفتند. پیش از این گفتند سعدی دوست می‌دارد تو را، بیش از آنت دوست می‌دارم که ایشان گفتند. السلام علیکم. من اول یه سوال بکنم. من ببخشید که اشتباه کردم و گفتم اول اردیبهشت، من استناد کردم به اینترنت. پس اول اردیبهشت رو میتونیم بگیم سالگرد تولد بوستان هست و به همین مناسبت؟ اونم نیست. نه. یه نامگذاری قراردادیه دوست. که در ایران کرده است. خیلی ممنون. بفرمایید. تاریخ گذشته و همچنان تازه است که به ما میرسه. این سیکرتش یا این هنر در کجای این مسئله هستش که اینو اینقدر از حالت زمان در آورده؟ اگر توضیح بدین خیلی ممنون میشه. خب سیکرتش یعنی رازش همین محتواشه. یعنی ببینید تا شما چگونه سخن بگید و البته چگونه سخن گفتن محصول چگونه کار کردن ذهن و اشتغالات او و بینش های اوست. آدم اگه در امور روزمره غرق بشه حرفاش هم روزمره خواهد شد، مثل روزنامه فردا که شد کهنه شده. اما آدمی که در امور روزمره غرق نمیشه، افقهای برتر، بالاتر، دورتر را نظر میکنه، به قول نیوتن بر شانه ی قوله ها میایسته و افقهای دورتر را میبینه، البته صداش ماندگاره، میمونه. این نکته اول. نکته دومی که ببینید آدمی است با یک رشته مسائلی که همیشه همراه اوست. هیچ انسانی نیست که خواهان سعادت خودش نباشه. خب ما هر جایی باشیم، ایرانی باشیم، چینی باشیم، نمیدونم اروپایی باشیم، یه چیزی به نام سعادت وجود داره که همه ما خواستارشیم. هر جایی باشیم یک رذیلتی به نام خودخواهی و خودبینی وجود داره که باید از او فرار کنیم، باید خودمون رو معالجه کنیم. یا مسائلی مثل جبر، مثل اختیار، مثل غم، مثل شادی و امثال اینها که این بزرگان اینها رو مورد توجه قرار میدن. منتها مورد توجه قرار دادنشون به نحو عمیقی، چون غم و شادی رو ما هم میدونیم یعنی چی، جبر و اختیار هم یه چیزکی در بارشون میدونیم، اما چیزکی دانستن فرق داره با اینکه کسی تجربه کرده باشه، تا اعماق اینها رو رفته باشه. و تا اعماق رفتن خطر کردن داره، این شما باید ریسک بکنید و از خیلی چیزهایی که عادات ذهنیتونه باید بگذرید. ما کلن با عادتهای ذهنمون، با مشهورات زمانه زندگی میکنیم، جرأت هم نداریم از این مشهورات زمانه در بگذاریم. مثلا فرض کنید، البته اینو فقط به عنوان مثال میزنم، دموکراسی مثلا یکی از مشهورات زمانه ماست دیگه. الان هیچ کسی تردیدی نمیکنه که دموکراسی یک شیوه خوبی فیلمثل برای حکومت کردنه. اگر یه متفکری واقعا جرأت در گذشتن از اینو داشته باشه، یعنی بشینه فکر کنه بگه کی گفته که این بدیهیه، میشه درش تردید کرد، میشه بیشتر دربارش فکر کرد، جرأت مواجهه با این مطلب رو داشته باشه. خیلی کار سختی است، چون تیرهای انتقاد و اعتراض از هر سو به سوی او روانه خواهد شد. بعدم به جای انتقاد تنها حرفم برای گفتن داشته باشه، جانشین داشته باشه، فکر تئوری بدیل کرده باشه، اینا سخن رو ماندگار میکنه. توجه میکنید؟ در غیر این صورت حرف سطحی میشه، حرف روزمره میشه و همطور که میگید مقطعی میشه و محدود به یک زمانه ویژه‌ای میشه و تمام میشه میره. همه شاعران ما یا متفکران ما سخنان اینچنینی هم داشتن که دوره‌ای داشته و به هر حال به اصطلاح اکسپایری دیت داشته و تموم شده. اما بزرگی بزرگان به همون سخنان ماندگار ماورای تاریخی شده که مثل سرچشمه‌ای که همیشه زاینده است و آب زلال از او فرو می‌ریزه و همه تشنگان در همه ادوار تاریخ محتاج او هستند. در همین سعدی شما نگاه کنید، خب حرفایی داره که دیگه به درد امروز نمی‌خوره. حالا ما بعدها هم خواهیم دید. میگوید که فی المثل
زن نو کنه این دوست هر نو بهار که تقویم پارینه ناید بکار. میگه هر نو بهار یک همسر چون تقویم قدیمی دیگه به درد نمیاد، سالی که گذشت اون تقویم رو بندازی دور. خب این جناب سعدی دیگه. حالا اگر بعضی این سخن رو مورای تاریخی میتونن معتقدن در همه زمانها به کار میره، خب بره، ولی به هر حال در سخن در زمان سعدی این سخن جز به همون مشهورات و بدیهیاتی بوده که کسی اعتراضی نمی کرده و قبول می شده. امروز برای ما یا مثلا در سعدی هست که چو کودک ز ده برگذشتش سنین، ز نامحرمان رو فراتر نشین، بر پنبه آتش نشاید فروخت، که تا چشم بر همزنی خانه سوخت. میگه همین که دختر 10 سالش بیشتر شد یا پسر، دیگه اینا کنار هم نباید بشینن، با هم بازی نباید بکنن، توی مدرسه نباید، چون قصه چیه؟ قصه پنبه و آتشه. و بر پنبه آتش نباید فروخت که تا چشم بر هم زنی خانه سوخت. البته در کشور ما هنوز عده‌ای هم اعتقاد دارن، تو عربستان سعودی همینطور، خیلی جاهای دیگه، ولی دیگه جزء مشهورات قطعی زمانه نیست. یعنی یه جاهای عمد دارند مثل تعلیم و تربیت اینجا که حتما باید این دو جنس در کنار هم و با هم بزرگ شن، با هم بازی بکنن. حتی به قول یکی از توی روسیه بودیم، میگو و حیا بین دختر و پسر باید برداشته بشه، مثلا هیچ حجابی حیای پرده ای نمونه، درست مثل اینکه دو تا پسر با هم بازی میکنه دو تا دختر. خب اینم یه منطقه، اینم یه فلسفه است. اگر یه شاعری امروز همین رو بیاد بگه تو شعرش که اینکه 10 ساله بذاریم کنار هیچی، بلکه اینا باید همواره با هم باشن و تو مدرسه و در گرمابه و در نمیدونم با حریف حجره و گرمابه و گلستان باشه، پس فردا همین هم ممکنه باطل بشه. یعنی همین حرف هم که مشهورات زمانه ماست ممکنه از اصالت بیفته. یک رشته سخنهایی هست که معلوم زمان داره، یعنی چیزی نیست که شما بخواد برای همیشه توصیه بکنید و اینا وقتش به سر خواهد آمد و عمرش به پایان خواهد رسید. یک رشته چیزها هم هست البته به دلیل عمقی که دارند خب ماندگار میشن و به میزان تیز چنگی و صیادی که یک متفکر داره میتونه اون سخنان متا هیستوریکال و ماورای تاریخی رو شکار کنه و به یادگار بگذاره. ببخشید میکروفون دستم سو استفاده گفتم بکنم. چون تیغت به دست هست فتحی بکن. شما فرمودید که تو چند تا جلسه که تا حالا داشتیم راجع به این که اشعار سعدی بسیار روان و شیرین و ساده بوده و عملاً کارو برای ما ساده کرده صحبت کردین و مثالی دفعه پیش زدین، فکر کنم دفعه قبل هم گفته بودین که معاصرشون کسی دیگه ای هم در اسمش یادم نمیاد که کتابش به قدری سخت بود که گفتین در کتاب‌های دروس فارسیمون اصلا اسمی از اون اشعار نیست ولی اشعار سعدی همه جا میاد. پس یکی از مشخصهای بارز جناب سعدی ساده کردن زبان برای ما بوده. حالا با این وصف یکی میخواستم نظرتون راجع به شعر نو بپرسم، یکی هم این که نظرتون راجع به میکس شدن اصطلاحات زبانهای دیگه در فارسی، این براتون به چه شکل توجیه میشه؟ در مورد اون شخص که عرض کردم، اون دومی شاعر نیست، اون خواجه نصیر طوسی است. عرض کردم که سعدی گلستان داره و بوستان داره و این هر دو تا کتابهای اخلاقی هم و در کمال روانی نوشته شدن و نفوذ کلامی در اونها هست که غیر قابل انکاره. خب همزمان با سعدی، واقعا همزمان با او، البته خواجه نصیر طوسی در مراغه بود و در خدمت هلاکو خان بود، سعدی هم اینجا در فارس بود، ایشان اخلاق ناصری نوشت، خواجه نصیر. این اخلاق ناصری، الحق و الانصاف، کتابیست به لحاظ فلسفی بسیار عمیق، بسیار خوب، اما حقیقتاً فهمش مشکل و میتوان گفت که هیچ تأثیری در اخلاقیات مردم نه اون زمان و نه این زمان نداشته است. بعید میدونم هیچ یک از شما تو منزلتون کتاب اخلاق ناصری داشته باشید، شاید خیلی حتی اسم این کتابم نشنیده باشن.
یا اگرم برید تهیه بکنید یکی دو صفحهشو بخونید شما رو ملول میکنه و زمین میگذارید و حقم دارید. عمقی دارد اما هیچ سلاستی نداره و برای عامه هم نوشته نشده، برای خواص، برای متخصصان نوشته شده. سعدی روی سخنش با عامه مردم است و سخنان و مطالب مشکل رو نرم کرده، هضم کرده و با بیان شیرین در اختیار ما گذاشته. این نکته است، یعنی هنری است، این چیزی نیست که هر کسی بتونه این رو انجام بده. ملا صدرا در میان فیلسوفان ما اینجوری بود، بعضی او رو امیرالبیان خواندن، نویسنده است به معنای واقعی کلمه، یعنی شما کتاب فلسفی او رو که میخونید مثل اینکه یه متن ادبی رو دارید میخونید، بسیار شیرین. من خودم شخصا بدون اینکه قصد حفظ کردن داشته باشم گاهی عبارات بلندی از ملا صدرا هم تو ذهن من هست، اینقدر شیرینه، اینقدر این مرد ادیبانه نوشته، آدم حیرت میکنه واقعا. یادتون باشه ایشون هم شیرازیه، توجه میکنید؟ و این است که این هست. ولی خب ابن سینا هم ما داریم، همین خواجه نصیر هم داریم، اینا هم فلسفه نوشتن و هرگز به اون روانی نیست. این نکته اول که خود سعدی هم گفت جهان به تیغ بلاغت گرفته ای، سعدی سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست، بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. شعر من روانیش از آب دجله هم بیشتره. اما شعر نو، خب شما یه شعر نو میفرمایید و دیگه زیر این کلمه، زیر این نام هزار جور ما شعر داریم، از شعرهای بسیار خام، شعرهایی که هر گوشه تو مجله سایتی چاپ میشه و تجربه های اولیه جوانی یا جوانانیست، تا شعرهای پختهی که بازم به نام شعر نو چاپ میشه و همه اینا رو به یک چوب راندن البته صلاح نیست. آقای شفیعی کدکنی معتقدن که بعض شعرهای نو شعرهای جدولیه، همونی که زبان سادش این میشه که کسی گفته بود شعر نو یعنی عبارات رو شما بنویسی با پاکون بعضی کلماتشو پاک کنی، بعد اون وقت این نه وزن داره، نه قافیه داره، نه معنی داره، بعد میگن که این شعر نوه یا شعر سفیده. بعضی هاش واقعا همینطوره. آقای شفیعی کدکنی خود شعر نو میگه با همین احوال معتقده که بعضی از شعر نو از این جنسن، یک کلمات بسیار نامربوط رو کنار هم میذارن، بعد هم مدعیان که فهم خواننده قاصر است و الا معانی خیلی بلندی در اونها هست. عمده ایراد شعر نوگوها بعضی هاشون، بلکه بگم اکثریت، اینی که اصلا با ادبیات کهن ما آشنایی ندارن. یکی از بزرگترین نقصان هاش، یعنی شما از اینها پرسید حافظ، سعدی، مولوی، انوری، سنایی، عطار، تو کدوم اینا رو خوندی؟ کدوم اینا رو خوب هضم کردی؟ واقعا خیلی کمه. بعدم نمیشه چیزی رو آدم از خودش آغاز بکنه. مثل اینمونه که من طب رو از خودم شروع کنم، بگم من به تمام این کتابای طبی و اینا هیچ کاری ندارم، میخوام از خودم شروع کنم به بیماری شناسی و دارو شناسی. خب این اسباب خنده و مسخره خواهد شد، بلکه اسباب هلاک خلق خواهد شد. آدمی که آشنایی نداره با ادبیات کهن و زبان سعدی حافظ دیگران نمیفهمه، این آغاز کردن به شعر نو گفتن فقط یک جرأتی است که نامش جسارت است، بلکه گستاخی است و به گمان من لطمه به ادبیات ما میزنه. اما شعر نو در اصل البته یک اندیشه نیکویی بود، یعنی از بعضی قافیه پردازی های بی حاصل و امثال اینها خب رها کرد شاعران ما رو. شما اگر ببینید مولوی چقدر از قافیه اندیشی، از وزن اندیشی گله میکنه و میگه اینها قیودی بر دست و پای کلام من نهاده اند که من رو محدود کرده اند. همون شعرهای خیلی مشهورش، مفتعرون 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 کشت مرا، یا قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من، خوش نشینه قافیه اندیشه من، قافیه دولت توی در پیش من، لفظ و حرف و صوت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. میگه من برای سخن گفتن با محبوبم نمیتونم از کلام استفاده کنم، این کلام مانع میشه که من حرف خودم رو مستقیم بزنم، راحت بزنم، باید اینا رو برهم بزنم. اما خب در عمل که نمیتونست برهم بزنه چون با ماها میخواست حرف بزنه، لذا این قیود رو پذیرفته بود.
در شعر نو تا حدودی این قیود رو برداشتن، اینکه حتما باید قافیه رو، اما به طور کامل نمیشه برداشت، چون ببینید بخشی از شعر همون صورته، صورت معنا به جای خودش، خود صورت اصالت داره، موضوعیت داره، صنعت اصالت داره، موضوعیت داره. شما حافظ رو، سعدی رو، اینا رو بخون، درسته که اینا روان شعر میگن، اما صنعتگری هم روان بوده براشون، یعنی به تکلف و تصنع این صنایع رو وارد نمیکردن، از بس استاد بودن و مسلط بودن اینا ریزش میکرد در کلامشون و مثل اینکه خودشون کان شکر بودن و این شکر دیگه مصنوعی نه طبیعی وارد سخنانشون میشد. به این معنا البته درسته شعر نو خدمتی کرده، راهی رو گشوده، حتی میشه گفت تناسبی با بعضی از مزامین فرهنگی امروز ما داره که ای بسا اونها رو نمیشه در قالب غزل‌ها و قصائد پیشین گفت. بعضی از شعرهای نوگو مثل آقای ضیاء موحد استدلال کردند که دوران غزل سرایی و امثال اینها گذشته است، یعنی ما هر مفهومی رو توی غزل و قصیده نمیتونیم بگیم، قالب رو باید بشکنیم. به همین دلیل آقای ضیاء موحد معتقده که شعرهای آقای سایه، یعنی هوشنگ ابتهاج، شعرهای کهن سرایانه ایشون شعرهای زمانه نیست. خودم شایم عقیده رو داره و دامن سخن دراز است در این باب دیگه، حالا پای اسمهایی هم در وسط میاد که من بعضی هاشم مایل نیستم بگم. علی ای حال این چنین است، من خودم از شعرهای نو کسانی که همچنان وزن رو رعایت میکنن میپسندن. شعر سپید سپید بی وزن مثل بعضی از شعرهای احمد شاملو یا احمد رضا احمدی یا رویایی که به قول خود شعر حجم درست کرده و امثال اینها خیلی تو کت بنده نمیره، ولی خب این سلیقه و ذوق شخصی است و هر کسی هم ذوق خودش رو داره. اما نکته دوم راجع به زبان زمانه و اینکه دیگه لغات بیگانه وارد فارسی شده، ببینید اولا این سوال رو شما از آقای داریوش آشوری بکنید، ایشون استاد این فنه و در این باب بسیار نوشتن و الحق ذوق و سلیقه خیلی خوبی هم دارن و اصلا عمری رو بر سر تحقیق در همین زمینه گذاشتن. الان هم میدونم با اینکه بیرون از ایرانن، اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی تمام کارهایی که میکنه یه نسخه برای ایشون میفرسته و از او اظهار نظر میخواد، چون تجربه خوبی در این باب داره. اخیرا هم یه کتابی به نام زبان باز ایشون منتشر کردن و این زبان باز درست در پی جواب دادن به همین سوالی است که شما کردید. اونجا ایشون استدلال کردن که زبان‌های لاتینی، یعنی سیستر لنگویجز به اصطلاح، نه لاتین خود لاتین، هم انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و اسپانیش، اینا زبان‌های بازن، یعنی آغوششون رو باز نهادن. منتها یه مکانیزمی دارن در پیش گرفتن برای اینکه این زبان‌ها آشفته نشن، یعنی همینطوری بیدر و پیکر نباشن که هر لغتی از هر گوشه رسید زبان رو آشفته کنه و ادبیاتش رو آلوده کنه، بلکه از لاتین و از گریک، از یونانی کمک گرفتن. خب این همه لغت تو علم المثل میادش، درسته؟ توی شیمی هست، تو بیوشیمی هست، تو الکترونیک هست، تو فیزیک هست، تو همه اینا یه ریشه هایی رو گرفتن، مثل لاجی یعنی شناسی دیگه. این رو شما هر جا که به کار ببرید این دیگه یه کلمه تازه ساخته میشه، این قبلا توی انگلیسی نبود. حتی کلمه ساینس، شما میدونید کلمه ساینتیست نبود تو انگلیسی، تو قرن 19 هم این رو درست کردن، یعنی چند تا پیشنهاد شده بود تاریخ زبان رو ببینید، ساینسر، ساینتیست، بالاخره ساینتیست گرفت و مورد قبول قرار گرفت. امروزه که دیگه هر روز لغت تازه بعد رز بشه، زبان فارسی هنوز قول و قرار درستی برای خودش نکرده و این کار فرهنگستانه. مثلا فرض کنید لیز در اینجا که به کار میره، مثل آنالیز، مثل هیدرولیز، مثل الکلولیز، یعنی چیزی رو که شما با الکل تجزیه میکنید، چیزی که با آب تجزیه میکنید، تو فارسی من ندیدم هنوز برای اینا به طوری که یکسان یک معادل باشه و این بتواند قدرت مانور داشته باشه، یعنی توی اشکال مختلف شما بتونید ریشه رو حفظ بکنید. کار خیلی دشواری است. آره، زبان‌ها از اینکه وام کنن از جای دیگه هیچ چاره ای ندارن، همه شون این کار رو میکنن.
همشون این کار رو میکنن. زبان فارسی که اولدی 40% عربی، یعنی البته واژگان عربیه، ولی گرامر که عربی نیست. خب این هیچ اشکالی نداره. آلمانی ها یه وقتی نشستن زبان خودشون ساختن از روی لاتین و امروز خب یکی از بهترین زبان ها و قوی ترین زبان ها هستن و پاره از جاها ابتکارات خیلی خوبی هم به کار بردن. در انگلیسی خب این قصه از همه جای دیگه بهتر، ولی فرانسوی ها فیلم مثلا با اینکه خیلی تعصب به زبانشون دارن حتی این کامپیوتر رو به کار نمیبرن، میدونه اردیناتور مثلا به جای کامپیوتر به کار معلوس. خیلی جاها دیگه لغات انگلیسی، این فیسبوک و این اینترنت که خیلی از کلمات رو جهانی کرده که دیگه بعیده که ما بتونیم اینا رو عوض بکنیم. عربا همینطور. اونا هم حالا اینو من به شما بگم، زبان فارسی از عربی خیلی تواناتره، برعکس اینکه خیلی ها فکر میکنن. خدا بیامرزه مرحوم دکتر حسابی یه رساله ای داشت در این باب، اثبات کرده بود که این سیستم پیشاوندی و پسوندی که ما در فارسی داریم، این زبان فارسی رو خیلی غنا بخشیده. یعنی راحت شما میتونید باش کلمات جدید بسازید، در حالی که تو عربی اونا که عربی خواندن میدونن 12 13 باب وجود داره که شما هر چیزی رو باید تو این ابواب ببرید و گاهی خیلی چیزای نامعنوسی از آب در میاد. من نوشته های مدرن عربی رو میخونم، حالا نوشته های قدیم عربی اصلا با این مفاهیم جدید سر و کار نداشتن، لذا مشکلی نداشتن. از همین عربی که الان تو حوزه های علمی قم خونده میشه که نه عرب میفهمه نه عجم، برای که اینا مال گذشته های خیلی دوره. اما همین عربای امروز، یعنی مجلات امروز و اینا واقعا متفاوته. من یادم یه خانم مصری در آلمان که من بودم میشونم بود و با هم صحبت میکردیم، این اصلا متون کهن عربیشون رو نمیتونست بخونه، همین متون جدید رو میخونه. این متون جدید هم انقدر لغت سازی های عجیب و غریب کردن. من با آقای کازانووا بودم تو دانشگاه جورج تاون، ایشون خب یه کتاب مهم میداره اونه پابلیک ریلیجنز که تئوریس ایشون داده، یه بار اومد کتاب ترجمه عربی کتابشو داد به من. خب خودشون که عربی نمیخونه، گفت اینو تو نگاه کن. بهش گفتم آها هیچ ترجمه خوبی نکردن از کتابت. گفت عجب، برای اینکه انقدر مفاهیم جدید هست و اینا همتون میشینن از خودشون درست میکنن. این آرتیکولیشن رو عربا کردن متمفصل. من هر وقت اینو میخونم خندم میگیره، نه که آرتیکل و این به معنای مفصله، درسته، یعنی آرترایتیس آرتر، بعد آرتیکل که داریم اینا رو تو فارسی هم دیدید دیگه، آرتیکولیشن رو ترجمه میکنن مفصل بندی، شما هیچ دیدین یا نه؟ آرتیکولیشن رو ترجمه میکنن مفصل بندی، عربا ترجمه میکنن تمفصل، بعد از روش اسم فاعل متمفصل درست کردن. یک چیز عجیب و غریب، هیولای شترگاف پلنگی که همون که گفتم نه عرب میفهمه نه عجب. بابا این آرتیکولیشن تدوین، یعنی مدون کردن دیگه. مفصل بندی یعنی چی؟ کدوم فارسی زبانی امروز میفهمه شما تو کتاب بنویسی من مطالبو مفصل بندی کردم؟ آخه یعنی چی؟ اما متاسفانه این قصه شده. بعدم نه که آزاده، کسی رو که نمیگیرن، هر جوری یه کسی بر خودش پیشنهادی میکنه و یه کتاب مینویسه. نقد کتابم خب اونجا روان نیست در میان ماها، چون که همه ملاحظه دارن، این استاد اونه، اون دوست اینه، نگیم اینو نگیم اون رو نگیم، این مشکلات هست. ولی زبان یه موجود زنده است، به هر حال هر کی هم توقف کنه یا نکنه راه خودش رو میره. یک دسته کلمات جا میفتن، یه دسته رسوب میکنن، از بین میرن. شما ببینید همین کلمه دانشکده، دانشگاه، اینا که نبود تو زبان فارسی، اینا توی همین عهد پهلوی ساخته شد و فرهنگ زبان و ادب دوره رضا شاه درست کرد، محمد علی فروغی و دیگران که اونجا بودن، که کلماتی است که خوب جا افتاد دیگه، اینا اصلا نبود. دانشگاه، دانشکده، خود کلمه فرهنگ، تو بسیاری از اینها فرهنگستان، اینا رو آوردن و جا افتاد. یک کلماتی هم اون موقع گفتن که خب جا نیفتاد و امروز ما اینا رو به کار نمیبریم. همینطوره. تنها چیزی که باید گفت اینه که کسانی که ترجمه میکنن باید مسئولیت شناس باشن. واقعا اول باید به ذخیره واژگانی ادبیات کهن ما تسلط داشته باشن، همون که من اول گفتم، یعنی بدونن یه مفهومی رو که سعدی میخواسته بگه چجوری ادا کرده، این رو بیاموزن. خیلی از چیزها رو میشه از اونها یاد گرفت و ادا کرد. بعد اگر دیگه پیدا نشد، اون وقت به کمک همون بزرگان و با
گرفتن روح کار انسان شروع کنه. مثلا این آقای آشوری تا حدود زیاده، الان من دیدم تو خیلی فیسبوک اینجا میگه اینو من فلانی شیر کردم، دیدی که میگه شیر کردم به صورت شیرم بنویس. خب این آقای آشوری بنده خب پیشنهاد کرد، گفت بگید همرسانی، اینو همرسانی میکنیم و هم میرسونیم. خیلی کلمه به این خوبی، به این زیبایی و امثال اینها بسیار زیاده. گفت اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، بعدن سخن بسیار است. خب دوستان اجازه بفرمان که سخن رو خاتمه بدیم مجددا و السلام علیکم. روز اول